سخن 25. با سلام و درود و احترام به تمام فارسی زبانها در جهان، به ویژه فرزندان رشید هموطنم که برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی به جان میکوشند، و با سپاس از رادیوی اسرائیل. مخبر السلطنه هدایت در خاطراتش می نویسد که در سپیده دم روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 1288 شمسی، قوای مسلح مشروطه خواهان تهران را اشغال کردند و به سوی میدان بهارستان و کاخ مجلس شورای ملی رفتند. در نتیجه چراغ سلطنت محمد علی شاه قاجار خاموش شد و عاقبت شاه مستبدی که برای بقاء سلطنتش هزاران بیگناه را به خاک و خون کشیده بود، ناچار شد برای حفظ جانش به سفارت روس پناه ببرد. حسن تقی‌زاده در کتاب تاریخ اوائل انقلاب مشروطیت نوشته است: غروب روز 22 تیر ماه، مجلس عالی پایتخت مرکب از علمای طراز اول، رجال اعیان، بزرگان مملکت، تجار و آن عده از وکلاء دوره اول مجلس در همان کاخ نیمه مخروبه مجلس که به دستور محمد علی شاه به توپ بسته شده بود تشکیل جلسه داد. محمد علی شاه قاجار را که با مشروطیت مخالف بود از سلطنت خلع کردند و در همان جلسه هم پسر ارشد او را که 12 سال بیشتر نداشت به جانشینی او برگزیدند. روز بعد نمایندگان مشروطه خواهان به اقامتگاه محمد علی شاه در زرگنده، امارت تابستانی سفارت روس رفتند تا هم تشریفات خلع او را اعلام کنند و همین که مقادیر متنابهی از جواهرات سلطنتی و خزانه کشور را که او با خودش برده بود پس بگیرند. اما محمد علی شاه مخلوع اصلا حاضر به دیدار نمایندگان ملت نشد و درباره جواهرات هم اعلام کرد که کشور ایران و تمام متعلقاتش که جواهرات جزی از آنهاست، ارثیه ایست که شرعاً و عرفاً به شخص او تعلق دارد، زیرا جدش آقا محمد خان همه ایران را به ضرب شمشیر تصرف کرده و تمام مایملک موجود در ایران متعلق به شخص اوست و مردم ایران هم کلن رعایای او محسوب می گردند. ناگزیر مذاکرات بی نتیجه ماند. دکتر مهدی ملکزاده در کتاب تاریخ مشروطیت نوشته: روز بعد سران رژیم جدید، سپهدار تنکابونی، سردار اسعد بختیاری، به اتفاق عین الدوله و فرمان فرما و گروهی از رجال مشروطه خواه در کاخ گلستان انتظار ورود بچه 12 ساله ای را می کشیدند تا او را به عنوان پادشاه انتخاب کنند. سلطان احمد، طفلی که تا دیروز در دامان دایه ها با اسباب بازی هاش سرگرم بود، اما امروز به عنوان پادشاه بر سریر سلطنت تکیه می زد. سلطان احمد به اتفاق سروان روسی اسمیرونوف که ظاهراً معلم زبان او بود از کالسکه پیاده شد. رجال و زعمای ایران او را در میان گرفتند و به نام ملت ایران که اصلاً روحش از آن اقدامات خبر نداشت شروع پادشاهیش را تبریک گفتند. ملک زاده نوشته است: احمد شاه هرگز در طول زندگیش به پاتینتی ملت ایران اهمیت نداد، هرگز در پاسخگویی به احساسات پاک عامه مردم بر نیامد، هیچگاه نتوانست به صورت صحیح نقش یک پادشاه ملی را ایفا نماید. از همه مهمتر آنکه این پادشاه جوان به راستی عاشق پول بود و آن خصیصه پول پرستی مالندوزی که عیب بزرگ و عمده اجدادش بود
به نحو مزمن و چشمگیری بر تار و پود وجودش حکومت میکرد و جز عشق به انباشتن پول نقد هیچ فکر و ذکر دیگری نداشت. عبدالله مصطفی در تاریخ قاجار نوشته آقا محمد خان سرسلسله قاجاریه در جمع آوری مال سرآمد تمام ممسکان جهان بود. با وجود داشتن خروارها زر و سیم و انباری از جواهرات و سکه های طلا در سفرهایش فقط نان و ماست میخورد و در خرج کردن کاملا امساک میکرد، به طوری که عاقبت هم سرش را در همین راه امساک وحشتناک از دست داد. سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران درباره فتلی شاه قاجار نوشته با آنکه در 27 سالگی پادشاه شد، مهمترین خصال جوانی را که دلیری و شجاعت باشد نداشت و در حقیقت تمام معایب عمش آقا محمد خان را به ارث برد، ولی محاسن او را که تدبیر و دلاوری باشد به کلی فاقد بود. و به قول همه مورخین حتی از آقا محمد خان هم لعین‌تر و مالدوزتر شد، زیرا لااقل آقا محمد خان در جنگ ها هزینه و حقوق سربازانش را می پرداخت، در حالی که فتلی شاه در هر دو جنگ با روس‌ها که ایران دچار شکست سختی شد از پرداخت حقوق افسران و سربازان و هزینه علیق اسب‌ها خودداری کرده بود. تا عاقبت 17 شهر قفقاز ایران به دست روس‌ها افتاد و از همه بدتر این خاندان غیر ایرانی ترک‌زاده که از سیبریه به عنوان پرورش دهنده اسب به ایران آمده بودند نه سواد داشتند و نه دانش کافی در کشورداری، ولی به همت و کوشش آخوندهای حیله‌گر اعتقاد کاملی به خرافات پیدا کردند، مانند اوراد، ایام سعد و نحس، ستارگان، توسل به دعانویسی، تلسم و جادو. به همین سبب تمام تصمیمات و اقدامات پادشاهان قاجار موکول به استخاره آخوند یا رمل انداختن فالگیرها می گردید. مورخ دوله سپهر در ناسخ و تواریخ نوشته درست در آن دورانی که اروپا از خواب غفلت بیدار شد و به سرعت روی به ترقی و تعالی و صنعتی شدن آورد، فتلی شاه قاجار تمام کوششش را به کار می برد تا هرچه بیشتر زن زیبا شکار کند. او دارای 158 زن بود و این زنها در دوران حیات پادشاه حدود 2000 بچه به دنیا آوردند. محصول بزرگ و مهم 47 سال سلطنت خاقان بزرگ همین زنبارگیش بود، به طوری که در موقع مرگ فتلی شاه 786 فرزند و نوه‌هایش زنده بودند. تاریخ نگاران دوره قاجاریه می نویسند در حرم ناصرالدین شاه که مثلا از تمام شاهان قاجار روشن بین تر بود 200 زن عقدی و صیغه وجود داشت و این پادشاه دوران عمر مفیدش را به جای صرف کردن در راه احیاء تمدن و پیشرفت وطن صرف زنبارگی و خوشگذرانی می کرد. او 50 سال در ایران سلطنت کرد و بدبختانه دورانی را که او فقط با عیش و عشرت به سر می برد دورانی است که اروپایی ها به تحقیق و تفحص درباره منابع زرخیز ایران مشغول بودند و بعد هم وقتی متوجه بیخبری مردان و سران و حکومت ایران شدند با دستیاری آخوندهایی که همیشه در خدمت استعمار بوده و هستند، آن روزها در تمام امور حتی محرمانه ترین وظایف داخل حرم شاه و شاهزادگان هم رخنه کردند، مخصوصا در میان زنان درباری جای ویژه‌ای داشتند. با نیرنگ و فریب عقل و خرد و منطق و درست کرداری مردان ایرانی را در پناه جعلیات و خرافه پرستی به کلی از میان بردند و از آن ایرانی نیکبین پاک نژاد خردگرا که روزگاری شهره جهان بودند مردان و زنانی ساختند که آیین اصلیشان فقط
خراف پرستی، تعصبات نادرست، جادو، جنبل و جنگیری و چادر و چاخچور روبنده شد. در دوران قاجارهاست که کشور سالی 3 ماه رسما تعطیل میشد، محرم و صفر و رمضان، و تمام کارهای اساسی کشور منحصر به روزخانی و سینزنی و غمزنی و تئاترهای تعزیه میگردید، و پادشاه و سران کشور مکلف بودند طبق دستورات آخوندها در تکیه دولت به خدمتگزاری بپردازند، و آخوندها که با نام مطلق آقا شناخته میشدند همه عنوان امور را در دست داشتند و مملکت یک پارچه در خدمت آخوند بود. در آن دوران است که مواد مخدر به خصوص تریاک در جامعه ایرانی رواج کامل پیدا کرد. بزرگ و کوچک و غنی و فقیر آلوده شدند. مظفرالدین شاه که سند مشروطیت را امضا کرد به قدری آلوده خرافات و جعلیات بود که حتی برای رفتن به رخت خواب معشوقه ها وثیقه هایش باید معین البکا آن آخوند حیلگر زیرک استخاره کند و به او بگوید که ساعت هست یا نه. و این شجاع و سلطنه جمشید نشان به محض آن که صدای رعد و برق در آسمان برمیخواست میرفت زیر عبای معین البکا و خود را مخفی میکرد، و آن آخوند حق باز باید برای رفع آن بلای آسمانی دستش را روی سر پادشاه عظیم الشان بگذارد، دعای مخصوص دفع بلا را بخواند، و جناب پادشاه همچنان که زیر عبا زانوهای آخوند را در بغل گرفته بود از ترس می‌لرزید و التماس می‌کرد که آخوند دستش را از روی سر او بر ندارد تا از برکات انفاس قدسیه آن آخوند حالش بهتر شود. و معین البکا در حالی که در دلش به این همه حماقت میخندید مشتی کلمات عربی را میخواند. مورخینی که در احوال فرزند ارشد چنین پادشاهی بررسی کردند نوشتند که محمد علی میرزا که بعدها با عنوان محمد علی شاه بر کشور مسلط شد و با دستیاری افسران روس و همکاری آخوندهایی مثل شیخ فضل الله نوری مجلس شورای ملی را بی محابا به توپ بست و بسیاری از آزادی خواهان را به قتل رساند اصلا زبان فارسی نمی دانست و فقط با زبان ترکی کوچه و بازار سخن می گفت. او سالهای قبل از پادشاهیش را در تبریز با همنشینی سربازان سیلاخوری گذرانده بود و چند افسر روسی هم مسئول تعلیمات او بودن. این پادشاه که جای کوروش بزرگ نشسته بود اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشت. روزی که او پادشاه شد هدیهش برای ملت ایران یک قرض بزرگی بود که این پادشاه در دوران ولیعهدیش ایران را که ارثیه ی فامیل خودش میدانست به گروه روزها داده بود و تا آن روز 1 میلیون منات روسی به بانک دولتی روسیه بدهکار شده بود که در آن روزگار رقم بسیار عظیمی بود و در آن شرایط که اقتصاد ایران داشت مبلغ هنگفتی بود که پرداختش کمر ایرانیان را خم کرده بود. عاقبت ملت نجیب و بردبار ایران ناگزیر به پس دادن این قرض شد. فرزند عزیز و گرامی من، این وقایع و رویدادها را برایت توضیح می‌دهم تا چشم و گوشت را باز کنی، دریابی که حاکمان جبار و خونریز ایران در همه دوران چه بر سر پدرانت آورده بودند، چگونه با دستیاری آخوندها مردم را وادار به خاکستر نشینی کردند و به آنها وعده بهشت می‌دادند. در جهان متمدن دوران باستان که ملت ایران خدمتگزاران بزرگی همچون اشکانیان، هخامنشیان، ساسانیان داشتند و سران کشور خودشان را در خدمت مردم می‌دانستند و تمام هم و غمشان در راه ایجاد آسایش و آرامش مردم صرف می‌شد، ایرانی سربلند و سرفراز، ثروتمند و متمتع از همه نعمات جهان بود، تا آنکه به تدریج نخست مقها و بعد هم آخوندیسم در دین و مذهب و خرد و منطق و آهسته آهسته
تمام امور زندگی مردم شروع به مداخله کردند. به گونه ای که مشتی شطور چران بیگانه توانستند همراه صفویه از سیبری به ایران بیایند و کشوری را به روز سیاه بنشانند که امروز من و تو چنین خاکسترنشین هستیم. روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد.